در روز دلپذیر 17 مهر حضرت عشق من ژینا در بیمارستان شهر سقز به دنیا آمد، نوزادی پر از نور و زیبایی و عشق. قدمش برام بسیار مبارک بود، همچون گلهای گلخانه‌ای شکفت و گل زندگیم گلستان شد. نامش رو ژینا گذاشتم به معنی زندگی تازه. جلوه واقعی اسمش در زندگی من بود. واقعا هم به من زندگی تازه بخشید. به خاطر مدرسه و دانشگاه ناچارن در شناسنامه اسم مهسا رو انتخاب کردیم. مهسا هم زیباست، یعنی زیبایی ماه. ولی همیشه ژینا جان صداش می کردیم. پدر بزرگش به او می گفت شنگیان، شنا به معنای نسیمه، نسیم جان. با ژینا جان احساس خوبی داشتم. شبها تا صبح براش لالایی و آواز می خوندم. از اینکه به زندگیم اومده بود خرسند و راضی بودم. انگار می دونستم خدا فرشتهی پاک و زیبا و معصوم به من هدیه داده. به همین خاطر برای این فرشته وقت زیادی می زاشتم. وقتی یک ساله شد بچه های محله رو هر روز به خانه می آوردم تا با اونها بازی کنه. آرزوها و برنامه های زیادی براش در سر داشتم. هر روز خودم دستش رو می گرفتم به مدرسه می بردم. ظهر هم باز خودم دنبالش می رفتم و به خونه برمی گردوندم. خانم جان بسیار با ادب و مهربون و درس خوان بود. اکثر معلم ها خانم جان رو به عنوان نمونه اخلاق و ادب به بقیه دانش آموزا معرفی می کردن. ژینا جان همیشه خدا خنده روی لبهاش نقش بسته بود. و زمانی که به دبیرستان رفت به پزشکی و داروسازی علاقه من شد و رشته تجربی خوند. خانم حتی دوره تکنسین داروخانه رو هم گذروند. او همیشه می گفت تنها هدفم خدمت به انسان هاست. دوست دارم روح انسان ها رو از خواب بیدار کنم. به قدری به پزشکی و داروسازی علاقه داشت که همه وسایل پزشکی رو هم خریده بود. چند سال هم در داروخانه کار کرد. اشکان برادر کوچکش همه زندگیش بود. همدیگر رو خیلی دوست داشتن. دوست و رفیق زیادی نداشت. تنها دوستش من بودم. بیشتر وقتمون رو با هم میگذروندیم. مهسا با فامیلاش رفت پایتخت تا شهر تهران رو ببینه. نمیدونستیم این آخرین سفر اون میشه. در روز روشن مقابل چشمان همه جانش رو به لبش رسوندن. گلم ژینا پرپر شد. همسفر نسیم شد. ژینا جان عاشق گویندگی بود. همیشه تمرین میکرد که گوینده خوبی باشه. ما عرض ادب خدمت تمامی بینندگان عزیز و شنوندگان محترم و مادر عزیز و گرامیم بنده ژینا هستم. شما را به خدای بزرگ